بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته گفتیم که توحید و یکتاپرستی باعث سعادت می شود و توضیح دادیم که توحید بر سه قسم است: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات. در ربوبیت گفتیم یعنی خداوند تنها خالق و آفریننده و متصرف در جهان هستی است، و در الوهیت گفتیم که تمام عبادت ها و اطاعت ها و بندگی ها صرفا از الله متعال هست. و در توحید اسما و صفات هم گفتیم که همه اون اسما و صفات هایی که در قرآن کریم و سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند، همه اینها رو ما قبول داریم بدون تحریف، بدون تأویل، بدون تعطیل، به اون شکلی که اومدند. و صحبت کردیم که توحید به طور کلی باعث سعادت میشه، و همچنین صحبت کردیم که توحید ربوبیت باعث سعادت میشه و موارد ذکر کردیم. امروز در رابطه با اینکه چگونه توحید الوهیت یعنی بندگی و عبودیت صرف الله متعال باعث سعادت میشه، گفتیم که اگر یک فرد از افراد متعددی اطاعت بکند در حیرت هست، در سرگردانی است، ولی اگر از یکی اطاعت بکند اون حیرت و سرگردانیش زیاد میشه. در نتیجه توحید الوهیت باعث میشود که انسان صرفا از الله متعال اطاعت و پیروی بکند و اینگونه از شک و تردید نجات پیدا بکند. و قرآن کریم میفرماید قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، بگو ما ایمان آوردیم به اون چه که به سوی ایمان آوردیم به الله و اون چه که به سوی ما نازل می شود و اون چه که به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اسباط نازل شد. همه اینها اسلام بودند، همه اینها دین بودند، همه اینها همین دستورات قرآن بودند. و وقتی که انسان این گونه باشد در واقع رستگار می شود. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. از خدا و رسول و اولی الامر، حکام و مسلمان اطاعت بکنید و علمای مسلمان، اما اگر اختلاف کردید حکم رو به کی برگردونید؟ به خدا و رسول. رسول هم تازه پیروی ازش به خاطر این هست که از خدا پیروی میکند، وگرنه پیروی جداگانه از رسول نیست. قرآن کریم میفرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین. اگر بعضی از سخنان رو خواسته باشد نادرست رو به ما نسبت بدهد، با دست راستمون محکم میگیریم و شاهرگ گردنش رو قطع میکنیم. در نتیجه توحید الوهیت باعث میشود که انسان از یک الله، از یک معبود پیروی بکند و این خودش سعادت هست، برخلاف کسانی که از پروردگارهای مختلف، معبودان مختلف اطاعت و پیروی میکنند و در شک و تردید هستند. دومین مسئله این هست که برای انسان امنیت میآورد. این آیه رو در یکی از برنامه‌های گذشته هم خوندیم که الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. کسانی که ایمان بیارن، شرک نورزن، یعنی توحید الوهیت داشته باشن، تنها الله رو عبادت بکنن، اونها در دنیا در واقع احساس امنیت میکنند، یعنی حیران نیستن، سرگردان نیستن، مضطرب نیستن، هراسان نیستن. و نکته دیگر که توحید الوهیت باعث می شود انسان در روی زمین قدرت پیدا بکند و قدرت آرامش می آورد، امنیت می آورد. الله متعال می فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم من قبلهم. الله متعال وعده داده کسانی از شما رو که ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدهند، اونها رو در روی زمین خلیفه و جانشین میکند و به اونها قدرت میدهد. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، و اون دینی رو که برای اونها پسندیده قدرت در روی زمین قدرت میدهد. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و بعد از این که میترسیدن به اونها امنیت میدهد. اینها در سایه چی هستند؟ توحید الوهیت. در سایه این که انسان
فقط الله متعال رو عبادت و پرستش بکند. توحید الوهیت یعنی عبادت پروردگار باعث می شود که انسان این ایمان و باور رو پیدا بکنه که با توحید الوهیت وارد بهشت می شود. و انسانی که نگاهش به بهشت هست و فکر می کند سختی ها و مشکلات و گرفتاری های دنیا رو باید ازشون گذشت، این انسان احساس آرامش می کند. قرآن کریم می فرماید ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الانهار. الله متعال کسانی رو که ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام بدن وارد باغهایی میکند که زیر اونها نهرها جاری است. حالا مؤمن این باور رو داشته باشه در دنیا، توحید الوهیت و عبودیت پروردگار رو داشته باشه، اطاعت از پروردگار رو داشته باشه و باورش اینه که وارد بهشت میشوم در قیامت. چقدر انسان احساس آرامش میکنه، به شرط اینکه اینها کلماتی نباشند که ما صرفا بر زبان بیاوریم، بلکه باورهای درونی و قلبی محکم و استواری باشند که در اعمالمون و در رفتارمون نمود پیدا بکنند. نه اینکه این کلمات فقط تکرار بکنیم. از کجا این ایمان تقویت می شود؟ با تلاوت قرآن کریم. از کجا تقویت می شود؟ با خوندن سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، سیرت صحابه، صالحان و بزرگان این امت که چگونه در زندگیشون آرامش داشتن. و سرانجام این که توحید الوهیت یعنی این که انسان تنها الله رو پرستش و عبادت بکند باعث حیات طیبه، حیات پاک در زندگی انسان می شود. و این هست که قرآن کریم می فرماید من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که از شما ایمان بیاورد و عمل صالح باشد، چه زن باشد چه مرد باشد فرقی نمی کند، در حالی که مؤمن باشد فلنحینه حیاتا طیبه، ما او رو حیات طیب و نیکی عنایت می کنیم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و اجر و پاداششون رو به بهترین شیوهی که الله متعال خواسته باشد بخواهد عنایت می کند. پس توحید الوهیت اینی که انسان تنها پروردگارش را عبادت بکند و تنها از او کمک بخواهد باعث می شود که انسان به حیات طیبه برسد. الوهیت و عبودیت پروردگار باعث این می شود که در واقع دروازه های برکت زمین و آسمان گشوده شود، به شرطی که انسان مؤمن واقعی باشد. الله متعال می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اهل روستاها و شهرها ایمان می آوردن و راه تقوا رو در پیش می گرفتن، یعنی نه ایمان سرسری از زبان بلکه ایمانی که در جوارح و در اعمال انسان نمود پیدا بکنه و انسان تنها الله رو عبادت و پرستش و بندگی بکند، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، دروازه های برکت رو از آسمان و زمین برای اونها باز میکردیم. ولیکن کذبو فاخذناهم به ماکان و یکسبون، اما اینها راه تکذیب رو در پیش گرفتن، در نتیجه باعث شد که اونها رو دچار عذاب بکنیم به خاطر اعمالی که انجام دادند. توحید الوهیت باعث میشود که انسان به سوی خیر بره، عبودیت و بندگی باعث می شود که انسان به سوی خیرات برود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد و مبارزه بکنند راه ها رو به اونها نشون میدیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن یعنی الله متعال رو عبادت و بندگی کردن، الله متعال اونها رو هدایت میکند به وسیله ایمانشون، به وسیله اون کار خوبی که انجام دادند. در نتیجه اینها همهشون نتیجه توحید الوهیت، ایمان به پروردگار، عمل صالح هستند که باعث هدایت، باعث راه یافتگی، باعث احساس امنیت، باعث احساس آرامش، باعث اطمینان خاطر به پروردگار می شوند. و در واقع وقتی که انسان عبادت و بندگی می کند، ثبات بر اون عبادت و افزایش هدایت از نزد پروردگار بیشتر میشه، در نتیجه سعادت انسان به همون میزان
افزایش پیدا می کند. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. کسانی که راه هدایت رو در پیش گرفتن، یعنی تنها الله رو پرستش و بندگی و عبودیت کردن، الله متعال به هدایت اونها می افزاید و مسیر تقوا رو به اونها نشون میده. و هرچه انسان هدایتش بیشتر باشه، ثباتش بیشتر میشه، استقرارش بیشتر میشه و در واقع میزان احساس سعادت و رستگاریش هم بیشتر میشود. و توحید الوهیت باعث میشود که انسان به ولایت و دوستی الله متعال نسبت به خودش ایمان داشته باشد. وقتی انسان ایمان داشته باشد که الله متعال مولا و دوست و سرپرست اوست، دیگه احساس شقاوت نمی کند. مؤمنی که ایمان به الوهیت داشته باشه و عبادت پروردگار بکنه، چه این احسانی دارد. و قرآن اینو اینگونه تعبیر میکند که ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این به این خاطر هست که الله متعال مولا و دوست سرپرست مؤمنان هست و کافرین هیچ مولا و دوستی ندارند. و توحید الوهیت که باعث میشه انسان الله متعال رو عبادت و پرستش بکنه، باعث میشود که انسان این نگاه رو داشته باشد که دیگه ضرر نخواهد کرد، برای اینکه در مسیر پروردگار هست، در مسیر عبودیت و بندگی الله متعال هست. الله متعال میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر، زمانه. ان الانسان لفی خسر. جنس انسان به طور کلی انسان در خسارت و زیان هست، مگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، الله متعال را عبادت و بندگی کردند. این و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و یکدیگر را وصیت به حق و صبر، اینا خسارت نمی کنند، ضرر نمی کنند. وقتی انسان این نگرش و نگاهو داشته باشه که تا زمانی که من در مسیر توحید و یکتاپرستی حرکت میکنم، در مسیر عبودیت الله متعال حرکت میکنم، خسارت و ضرر نمیکنم، خب طبیعی است که در دنیا احساس سعادت بکند. انسانی که بر عبودیت و بندگی الله متعال است، الله ازش دفاع میکند. وقتی انسان بر این باور باشد که الله متعال ازش دفاع میکند، چگونه احساس شقاوت و بدبختی میکند؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. در سوره حج الله متعال میفرماید الله متعال از کسانی که ایمان آوردند دفاع میکند. وقتی ما این اطمینان خاطر رو داشته باشیم که الله از ما دفاع میکند، طبیعی است که ضرر و زیانی نمیبینیم. توحید الوهیت و عبودیت و بندگی الله متعال باعث میشود که خدا گناهان و بدیها رو ببخشد و این احساس سعادت بزرگی است. وقتی ما در مسیر عبودیت حرکت میکنیم و عبودیت باعث میشود که هر انسانی اونطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، همه بنی آدم خطاکارند و بهترین خطا کنندگان کسانی هستند که توبه میکنند. مهم این هست که همه خطاکار هستند. وقتی انسان مؤمن این باور رو دارد که با ایمان و عمل صالح الله متعال گناهان ما را میبخشد، احساس سعادت میکند. تصور بکنید خدای نکرده که چنین چیزی نمی بود، گناهی که انسان میکرد بخشیده نمیشد، با نیکی ها بدی ها از بین نمیرفتن، خب انسان بسیار دچار مشکل بود، بسیار احساس شقاوت میکرد. اما برعکس این که در واقع وقتی ایمان و عمل صالح انجام بدهد، بدی ها رو از بین میبرد. اونطوری که قرآن کریم میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها رو از بین میبرند. یا اینکه الله متعال میفرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و ایمان آوردند بر اون چیزی که بر محمد نازل شده، در حالی که این حق است از جانب پروردگار، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، بدی های اونها رو خدا میبخشه و وضعیتشون رو هم اصلاح میکند. خب وقتی که اینگونه باشد، انسان احساس سعادت میکند. و توحید و یکتاپرستی و عبودیت الله متعال
باعث این می شود که الله متعال به انسان رفع درجات عنایت بکند در دنیا و آخرت. و این خودش وقتی ما چنین باوری داشته باشیم احساس سعادت میاره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله متعال کسانی از شما رو که ایمان آوردن و کسانی رو که علم و دانش عنایت نموده درجات زیادی رو بالا میبرد و این سعادت میآورد. در توحید و الوهیت انسان فقط توکل بر الله متعال میکند، تکیه بر او میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بر الله متعال توکل بکند الله متعال او را کفایت میکند. خب آیا این باور، این ایمان راسخ اگر در قلب و دلی وجود داشته باشد اون دل احساس ناراحتی میکنه، اضطراب و استرس میکنه؟ هرگز. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کفایتش میکنه. وقتی خدا کفایتش میکنه دیگه انسان نگران نیست. و یکی از ثمراتی که توحید الوهیت داره به انسان شجاعت و شهامت میده و انسانهای شجاع و با شهامت احساس ترس و دلهره و اضطراب ندارن. چرا درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده که کان اشجع الناس، شجاع‌ترین انسان‌ها بود؟ صحابه میگن در جنگ، در اون محور جنگ و قطب جنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معمولا حضور داشت و ما اطراف پیامبر رو میگرفتیم. و شبی در مدینه منوره صحابه میگن سر صدایی شد که گویا لشکری به مدینه حمله میکند. ما رفتیم دیدیم پیامبر از جلو میآید. گفت چیزی نیست، من رفتم نگاه کردم. و این اوج شجاعت و شهامتش میرسونه. چرا؟ اوج ایمان هست. ایمان هست که و عبودیت و بندگی الله متعال هست و باور به این هست که هیچ کسی نمیتواند به جز الله متعال به انسان نفع و ضرری برساند. این هست که باعث شجاعت و شهامت میشود. و عبودیت و توحید و الوهیت باعث این می شود که انسان اخلاق و رفتارش خوب باشه، رفتار خوبی داشته باشه، مضطرب نمیشه، پریشان نمیشه. انسان وقتی مضطرب و پریشان نباشه اخلاق بد معمولا در واقع نتیجه اضطراب و پریشانی است. عبودیت و بندگی الله متعال باعث عزت نفس میشه و عزت نفس خودش سعادت می آورد. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عنایت بکند تا در مسیر عبودیت و بندگی الله متعال حرکت بکنیم که عبودیت و بندگی الله متعال برای انسان سعادت و اطمینان خاطر و آرامش عنایت میکند. از اینی که ما رو در این جلسه همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.